السلام عليكم. أنا كابيليسو، بوشنجي شهر لايدن استم، ما برنامجي شهروند لايدن، تشريف فوري في جهد مبارزة أفغان خدا در شهر لايدن. خير مقدم ميگم، مبارش بدوت مفرستم، بفتخار چون یک کافی مقام. با وجودی که ما ساعت ما خوب نبود بی حالت خوب نبود، اما ما بفتخار خودم بی خواستم که خودم باید از یک خانم مبارز هستی که و ما برای تمجید میگم، تحسین میگم و ما از بستر آمدم خودم خودم باید از نزدیک ببینیم و افتخار دیدیم که ما یکی که شما را دیدیم و صحبت ها شروع شده. من جا گپ نمیزنم که وقتی گپ به درازا نرسه. ما فقط از خانم سیله یک دو سوال سه سوال مختصر میکنم. اول در حساب عرض معذرت، در 20 سال گذشته کجا شما کجا تشریف داشتید؟ تفصیلات شما در کدام در کجا بوده؟ شخصی نیست که بازی رو باید دوستا و عزیزا خیلی بفهمن. ما یک شخصیت مبارز داریم، برای افتخار میکنیم و برگرد شما هم خواهی داشته با اگر نمی خواهیم؟ نه خواهش میکنم. خب سوال دوم، چک سوال شد رنگ بگیریم در مناجات سه دفعه بانم سه سوال چهار سوال یه دفعه دوم وقت خب سوال اول مچ سوال دوم شما همی موضوع مادی و مالی هیچ بتانم از چین و اکلام منبع ایر تمویل میشه سبب راشه. سوال دیگه هم چون موضوع سیاسیش از سیاست شروع شده گفتیم میتونیم اگر بتونیم ما چیزی بفهمیم که شما از کدام مکتب سیاسی پیروی میکنید؟ چون جامعه ما فقط مانده است و اجان یک معلومات عمومی دارم بله. و یک سوال دیگر رفت میکنم جاد وقت نمیگرم که امیو بلا واقعا که خود تمام در تلویزیون میبینم اما تو دلم گروپ گروپ میکنه که خدا را خواسته دمی تلویزیون شما را بین نبرم. امیو شما را اگر بقرستی که من خاطر جمع شوم شما را کدام نیرو از شما حفاظت میکنن و چی تو نمیگرم سیکورتی شما را میگرم بله. بازم ما دیگه جواد سوال نمی کنیم با جاسده شما پرگوی هستم اما بازم با افتخار می خانم مبارز کلاسی شاردخت قهرمان افغانستان کلاسی واقعا خانم شجی هستم من برای دروز بکنم افتخار میکنم. چون شما در برای انقلاب هست میکنیم و قصد نامی دارم که انقلاب نقطه عطفی و اصطلاح خشم یا احساس یا مثلا هر چیزی که در ملت هستند اول بر میکنند. اما یک زبان مسئله چینی است میگه شما امپراتوری را در روی زین در وجود آورده میتونید اما در روی زین اداره کردن نمیتونید. درست است؟ بنابراین برای از ما مهم است که در افغانستان ما شما زندگی میکنیم جزء کشورهایی است که از دل امپراتوری ها و به اصطلاح حکومت های قدیم در وجود آمده و در واقع همهش به خاطر هم ایده نیشن استیت هست یا هم دولت ملت هایی که در قرن 20 به اصطلاح در این منطقه حاکم شده و باعث خلای هویت سیاسی و فرهنگی شده. حزب شما چه برنامه یا چه فکری برای از این موضوع دارد؟ چرا که افغانستان من میتونم به وضوح بگم به جرات بگم که هنوز یک ملت نیست، یعنی در منطقه خاورمیانه آسیای میانه جنوب آسیا ملت وجود نداره هنوز. و مسئله دومیه که شما وقتی درباره انقلاب حرف میزنید یا مثلا به محاکمه کشاندن و به اصطلاح آوردن دیگر را پای قانونی حرفا همش درست آمدیم انقلاب پیروز شد بعد از اون میخوایم چیکار بکنیم؟ یعنی سیستمی که به اصطلاح شما برای از این منطقه پیشنهاد میکنید چی است؟ به خاطر از اینکه در این جریان 40 سال سیستم های مختلف در این منطقه آمده و شکست خورده و اکثرا نابود شده، سیستم حکومتی که شما میخواید به اصطلاح پیش بگیرید چی؟ در 20 سال گذشته ما اگر بگیم ما در افغانستان تولد شدیم در سال 83 که در اون زمان طبعا کشور باز هم اشغال شده بود و پدرم یکی از مبارزین او دوران بود یعنی اولی بله؟ بله افغان هستیم. من هیچ وقت نگفتم که من از کدام شهر از کدام ملیت از کدام از کجا هستم. تاسم نیست ولی
شاید بعض مسائل امنیتی ایجاب بکنم برسیدن. من از سمت غرب افغانستان هستم. در مشخص کال شما لطف کردین، مهربان هستین، من از هراستم. و من در افغانستان تولد شدیم. چند ساله بودیم که فامیل افغانستان را ترک کردن، ایران رفتیم. دو سال ایران بودیم، یک چهار پنج سال پاکستان بودیم. و پس دوباره افغانستان آمدیم. یعنی ما در رفت آمد فقط در خود افغانستان کلان شدیم بودیم، ولی مجبوریت هایی داشتیم به خاطر تحصیلم که در افغانستان طبعا در وقت طالبان نمیتونستم مکتب برام، در وقت مجاهدین که وقت البته اونوز خورد بودیم. و بعد از او تصمیم پدرم این بود که با وجودی که فامیل داخل افغانستان بودن و من جای دیگی بودم با فامیل دیگه و باز اوقات با فامیل، خلاصه تا که تحصیلات من در پاکستان ختم کردم، حتی زمانی که در او وقت من با جریاناتی که کار میکردم تصمیم بشد که من یکی دو سال باید برم داخل باشم درس رها کنم، در وقت طالبان من رفتم درس رها کردم، وقت نو کالج رفته بودم، رفتم دو سال در افغانستان در وقت طالب. برنامه‌ای که داشتیم در وقت مشخص زنا بود کارهایی را. بعد از او هم به این شکل زمانی که پنتون شامل شدم سال 2002 پنتون شامل شدم، در اوجه هم من آمدم افغانستان در یک مدت خلاصه 2005 من رسماً دائمی افغانستان آمدم و کار من در افغانستان شروع کردم. 2004 حس تاثیر شد که من در البته در جریانات بودم و من پیش از اون در بخش های مختلف، یعنی سازمان های اجتماعی بگویم یا سازمان های سیاسی مختلف دیگه هم کار کردم، ولی در صدر ازی بودم که یک حزبی که بتانه نمایندگی از تمام ملت از ملت های افغانستان بکنه و اهداف میره که من دارم و اهداف داشته باشه که حزب همبستگی بود. به اون وقت بود که باز ما با این جریان پیوستم. منابع مالی حزب بیشتر در سلاید هم ذکر شد که ما متاسفانه یکی از معضله ها یا مشکلات عمده‌ای که حزب داره و دامنگیرش از مسائل مالی است که ما فقط وابسته به اقلیت اعضای خود هستیم و اعانه دوستا و عوادارای خود داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، که همیشه این مشکلات مالی ما باعث شده که ما فعالیت‌های زیاد خود را نتانیم انجام بدیم، دست پاگیر باشیم و حتی با مشکلات متعدد همیشه دامنگیر بودیم. چون ما به هیچ وجه نمی‌خوایم که از هیچ حزب، هیچ نهاد، هیچ کشور و کشور خوب بسیار دور است که ما بگوییم که وابستگی به این جریان‌های ارتجایی داشته باشه، حتی ایانگ هم با ما بده یا نشان هم قبول نکردیم. و در اینجا ما اگر مثالایی بگویم، مثلا ما زمانی که مظاهره به خاطر 7 و 8 سر داشتیم میخواستیم یک مظاهره بسیار که فکر کنم یک عکس هم از اینجا هست که به حدود 2500 نفر از خود کابل تانستن و از پروان که نزدیک بود دوستای آمدن، ولی دوستای زیاده بودن که میخواستن از نورستان، کسایی که بلد هستن افغانستان، از نورستان و از سمت شمال از مزار و قندوز جایا میخواستن بیاین، از فرا و از حتی شرق ولایات مختلف دیگی، ولی هزینه بسیار کلان بود که کسایی که خودشان توان مالی رو داشتن تا میتونستن بیاین آمدن، ولی او کسایی که نداشتن توان مالی رو که اکثریتشان واقعا معلم بودن، مامور بودن، دیکان بودن، دکاندار بودن، کارگر بودن که میخواستن بیاین شرکت کنن ولی کرای خود حتی نمیتونستن بپردازن. ما یک درخواست را اون کردیم که ما قرار است رقم یک مظاهره بگیریم و ما به یک بودجه نیاز داریم که بتانیم حداقل کرای دوستای ما که توانش نداره از ولایات بیاین و در این جمع بپیوندن چون میخوایم بیاین. با مشکل تانستیم دوستای یعنی حتی مورا نتانستیم که یعنی یک چیز بسیار ناچیزی که از دوستای محمد، ما فقط تانستیم سمت شرق جلال آباد باشه بعضشان که از دری نور جای بسیار دور میامد بپردازیم، ولی اکثرا با این مشکلات. اگر ما توان مالیش میداشتیم و مردمی که با ما میپیونده اونا توان مالی رو میداشت، ما مطمئن بودیم که مظاهره شاید چند هزار نفری رو میتونستیم که بعض جریان ها و اینایی که با این رقم حتی سفر طیاره و دگه و دگه میای به ما تجربه آور است که از کجا میکنن پول ما نمیتونیم مثلا پیدا کنیم. ما منار فرخنده رو که ساختیم باز درخواست روان کردیم که ما اعانه میخوایم به خاطر ساختن منار یکاولنگ فیلن در جریان است که قتل عام که طالبا به یک کاولنگ انجام داد، میخوایم منار رو اونجا آباد کنیم که یاد بود باشه از اون قربانی ها و تاریخ به فراموشی رو نسپاره. هنوز هم قادر نشدیم که پولای رو جمع آوری کنیم، ولی باز هم گفتم میتونم که اون عقل وضعیت و یعنی دوستای ما بود. مثلا دو اواخای حزب همبستگی در دو سال تانستن
کمک‌های چشمگیر را در راستای مخصوصاً از لحاظ اقتصادی ما را کمک کنه، از زمانی که ما خواستیم به مهاجرین یا بیجا شدگان قندوز و جنگ قندوز و فرایا که شد کمک کنیم، اینا اعانه جمع کردن و فرستادن، ما تونستیم کمک‌های را داشته باشیم و حتی میال کرای دفتر ما را یک ساله اینا را گفتیم از هر جایی که میکنین پیدا کنین کرای بعض دفاتر ما روان کنین که ما مجبور هستیم وابسته به این چیزا باشیم. این مشکلات ما بوده، یعنی فقط از میله به این شکل ما مسائل مالی خود حل کردیم. و در داخل خود افغانستان ما برنامه داشتیم که خانم ما زنای ما آمدن آشپزی کردن، باز برنامه گرفتیم فروختیم، این رقم کارهایی را کردیم اکثرا که بتانیم. و دیگه مکتب سیاسی، از کدام مکتب سیاسی پیروی میکنیم؟ من این کم مشکل است که بگویم، ولی مختصر میخواییم بگویم که حزب همبستگی افغانستان یک حزبی است که ما یک حکومت ملی و مردمی میخواییم که دموکراسی بر پای سکولاریسم در افغانستان برقرار شود و ایده های ما بیشتر دموکراسی خواهانه است. اگر بگوییم که این کدام مکتب نیست، من میگم ما فعلا طرفدار این مکتب است. از اثر مبارزات خود و
و قربانیایی که دادن و از طریق همون انقلابات تانسته کشورها دقیقاً حکومت‌های دموکراتیک و مردمی را پایه‌گذاری بکنن با یگانه راه حل می بوده و ایران می‌فهمیم که همیشه امپریالیسم کوشش کرده اون و نظام‌ها را سرنگون کنه. اگر ما از ایران گپ بزنیم که شاه چطور سر قدرت آورد، اگر از ونزوئلا گپ بزنیم، اگر از پاناما گپ بزنیم، همه گیشتی که این حکومت‌هایی که به زور بازوهای خود مردم ایجاد شده بود چطور نابود کردن و حکومت‌های دست‌نشانده خود روی کار آوردن، بنا نابود ساختن این حکومت‌ها هم باز راه حلش نیست که مردم خودشان دست به کار شون و این انقلاب، اگر گفتم خیزش مردمی، اگر ما فعلا نامش میمانیم که امو انقلاب، اگر نامش انقلاب هم داینده بانیم، یگانه راه حل نیست. و اینکه چی نوع نظام در وقت ما میخواییم، طبعا به این باور هستم که رهبرا از درون انقلاب بیرون میشن. ما امیال رهبرای گمنام داریم که میتونن و توانایی دارن که این انقلابات رهبری کنن و وظیفه ماست که این رهبرا رو به مردم بشناسانیم و این رهبرا باید بین مردم جای پای گرم پایی تودهی پیدا کنن که دارن هم اکثرتش، یعنی از درون انقلاب این رهبرا حتما بیرون میشه و با کوتاه مدت طبعا ما میگیم که راه حل شاید دولت موقت باشه که امیر رهبرایی که از درون انقلاب میبراین باز بتانن حکومت را تشکیل بدن، برنامه های را طرح‌ریزی بکنن به خاطر امو حکومت آیندی افغانستان که همگی ما شما خواهانش هستیم. و ای که حزب همبستگی بگیم ما میخواییم رهبری را به دست بگیریم، ما فعلا دو مورد نمیخوایم صحبت کنیم که رهبری را حزب ما میخوای به دست بگیریم، ما قدرت سیاسی میخواییم. طبعا هر حزب قدرت سیاسی هدفش است، ولی ما حکومت مردم را میخواییم که این انقلاب باید خودشان حکومت خود بسازن به بی شکل. تکر میکنم که بر من اجازه داده که شما سوال کنم و دوام مکنم دوست بگل اینجا هستم. بسیار خوش هستم که من هم در بین شما هستم. من با تاکید برادرم که پیشتر شما سوال کرد که تاریخ میفهمید، من همچنان یک سوال دارم از شما که بنست یک مشابه هست. این که فعلا در افغانستان عوامل زیاده وجود داره که باید این انقلاب صورت بگیره، مثلا فساد اداری، مثلا ناانجیهای فرهنگی، مثلا نداشتن یک مدیریت سالم، مثلا مداخله خارجی در افغانستان. چرا این انقلاب صورت نگیره؟ در حالی که فکر میکنم شاید 90% مردم افغانستان یک تغییر کلی و بنیادی میخواهند. دوم که مثل که برادر ما گفت، گیریم که یک جنبش یا یک رستاخیز مردمی در افغانستان به وجود بیاید، از دید خود ما فکر میکنم بسیار مشکل است، بخاطر در افغانستان یک جامعه بسیار بدوی و ابتدایی هست و آگاهی مردم هم در سطح نیست که بتوان یک حرکت را منسجمانه تنظیم کنند. اگر ایوان هم تکیز شورت بگرم، شما بیشتر گفتین که پارلمان را نمیخواهیم و من از یک حزب میخواهیم که قدرت را بگرین و در قدرت حضور پیدا کرین، این خودش یک تکیز میشه و خودش یعنی به این مانا که یک تفکر دیکتاتوری است، یعنی تکیزوی. تشکر از یادت خدمت شما. در تداوم همین سوالی که مطرح شد، صحبتهایی که شما مطرح کردین تقریبا یک نوع حکومتی خیالی در افغانستان به شکلی باید مطرح شود، در او جنایتکارا نباشه به قول شما و در او کسایی که به شکلی با امپریالیزم وابسته در او نباشه. و به جهت این مشابه به امارت اسلامی طالبان میشه، اونام برای خود یک حکومت خیالی داره و برای از او کار به یک شکل مبارزه مسلحانه میکنه و در این زمان دست به خشونت و ترور میزنه. اما موضوعی که شما مطرح میکنید، خب مسلمان از این طالبا به شدت فاصله داره. شما یک حرکت مدنی و یک حرکت اصلاحی رو دنبال میکنید. لذا نظر من ایست که مهمترین چیزی که ممکنه حزب شما مطرح کنه، بعضی مشکلات و موضوعات کلی در افغانستان را تبدیل به یک بحث اجتماعی کنه. مثلا بحث به محاکمه کشاندن جنایتکارا، یه قضیه بسیار مشکل است در افغانستان و همینجا در همه کشور هم ده ها نفر سالها مانده تا هنوز دوسیه هایش مشخص نیست، محاکمه نشده و این یک
مثلا در عربی میگه تخصیص اکثر، مثل یک کسی بگه ما به کلی از این سالون غذا میدیم، بعد یک یکه بیرون کنه برای پنج نفر غذا تحویل بده. از اول میگه ما به کلی سالون غذا میدیم، بعد در آخر میگه ما برای پنج نفر غذا تهیه کردیم. و این شما به شکلی ایده های خود را مطرح میکنید در افغانستان. ما خواستار یک حکومت عادلانه، حکومت انسانی که در او تمام جنایتکارا هم از کسایی که در طول 40 سال مبارزه کرده و جنگ کرده اینا را از بین میبریم و بعد در اثر انقلاب یک حکومت به وجود میاد. خب این تقریبا یک آرمان و یک خیال، یک ایدئال است. رسیدن به این نیاز به مکانیزم دارد، رسیدن به این کار نیاز به نیرو دارد. و شرایط افغانستان با توجه به دو پدیده قومگرایی و افرادگرایی دینی زمینه را برای این کار نمیدهد. لذا سوال ما این است که با توجه به مقتضیات افغانستان، ساختار اجتماعی افغانستان و بخصوص پدیده قومگرایی و افرادگرایی مذهبی، شما چطور میتوانید یک حکومتی سکولار در افغانستان به وجود بیارید؟ حالا خود رفتن و ترک کردن این موضوع درست، اما مصرف کردن توانایی اجتماعی در یک جهتی که او ایدئال و خیال است، از نظر شما چقدر به واقعیت نزدیک است؟ تشکر شما. بانوی مبارز، اگرچه این سوال بسیار زیاد شد و سوال سیاسی بود، همگی سوال کردم. من فقط یک سوال کوچک دارم از جناب آقای شکور که من نمیتونم از شما. و ما از بلژیم آمدیم و بلژیک زندگی میکنیم، فکر کنم از یک دوست دورتر است از این شهر شما. و تشکر بسیار زیاد که شما همیشه کار میکنید. دوستم فنجان امروز برای من گفت که از طریق فیسبوک دیده بود که شما حضور یافتین و برنامه شما را تعقیب میکنم. من از یک جوانی که ما در این اجتماع کار میکنم و ما در بلژیک در یکی از گروه اجتماعی که به خاطر افغان ها که شما همچنان کار میکنید ما کار میکنم، خواستم که بفهم که در بلژیم آیا شما کنم نمایندگی داریم که از این حزب همستگی را. و بسیار زیاد خوشحال هستم که شما را نزدیک میبینم و تعقیب میکنم برنامه هایتان را. خواست میخواییم که یک تبصره بسیار کوچک داشته باشم، اگرچه وقت کم است، کلیگی میگه باید وقت کم گم بزنید. همین بانو را همین قدر شما شهامت داریم که از هزاران مرد ها کرده که اگر من مرد هستم و شهامت شما را من درک میکنم، یک روز پسر راکتیار که بنامه عبدالرحمن است در انترکانتینوتال افغانستان رفته بود و گفته بود که چرا در وقت نماز شام میوزیک چالان است. و بعدا این را دیدم که در صفحات فیسبوک آمد و ما دو ماه پیش به افغانستان بودم، از افغانستان برگشتم، میدارم که با چی موترهای با چی شان شوکت ای بچه راکتیار میگردن و ای که شما مبارزه میکنین با دست خالی و با و در معذر عام در مقابل از اینا یکی از شهکاری های شما است. و گذشته از او که چقدر من همی موضوع را تانستم با فیسبوکم شیر بکنم، چقدر این باکس برام شد، چقدر یعنی گفتن که از این کارها دست بگذار که نامزاد ما در افغانستان زندگی میکنه و از طرف فیسبوک ما خوبتر از میفهمن. گفت که فامیل در افغانستان است، همی یک سب پس کن. یعنی من ده دقیقه نتانستم از خاطر فامیلم همی یک سب بتانم به صفحه بانم که یعنی گفتم که خودم مشو در یک جای نمیمونن و ببینین که اینا کجا رسیده و من خدا یک موضوع تمسخرآمیز نشته کرده بودم. ده دقیقه کاملا تونستم ما او عکس در صفحه بانم. الان شما فکر بکنین که بانویی که در افغانستان زندگی میکنه و میگه که یک طفل من دارم و همیشه داد میزنه از آزادی و ببینین که چقدر مشکلات متقبل میشه. با افتخار از این ممنون از جواب میگم و شما سپاس هستم. همونطوره که در صحبتهای خود اول گفتم که ما هم در اینجا تازه کار هستیم. ما مدت 2 سال میشه که در آلمان تانستیم کمیته را ایجاد بکنیم که دوستای از هالند هم در اونجا نقش داشتن و یقینم که همونطوره که شما گفتین 2 ساعت راست از بلژیم تا هالند، تا زمان ایجاد یک کمیته در بلژیم که شما اگر خواسته باشین خود میتونید مبتکر این کمیته شوید، با دوستای آلین در تماس باشیم. پس توسطه دو هموطن ما که در خیر سوال کردن، سوال یک چیز است مشابه است و اوی که حکومت که ما میخواییم حکومت خیالی است و ما حکومت به حساب تک حزبی فقط خود میخواییم، بیشتر سوال ها بود اما خیالی دیگه. من بیشتر بازم نمیخواییم که دوستان خسته بسازم تکرار کنم عین بحث
که یا ما باید اسارت و بندگی را قبول کنیم و منتظر ازی باشیم که اشغالگرا یا به اصطلاح خودشان خناجی مردم افغانستان هستند به ما یک حکومت را بیارن که در او صلح و ثبات و رفاه و آسایش باشه و یا اینکه دست به مبارزه زده و خود ما افغانها به اتکای خود با زور مردمی بتانیم و حکومت را بسازیم. و این من میگم که امروز حزب همبستگی با درسگیری از اوضاع سیاسی افغانستان و مخصوصا امروز مبارزه مردم کردستان این آگاهی را به مردم تمام دنیا داده که در مقابل مستبدترین وحشیترین و جانیترین و خونخوارترین نیروها هم اگر مردم متحد شوند و با اراده قوی بپایستند اصلا اونا تا مقاومت استادگیری ندارند. و این را ثابت کردن که ما هم اگر الگو قرار داده در افغانستان چنین مبارزی را پیش بگیریم تا به مقاومت در مقابل نیرو ارادی مردم هیچ حکومت مستبد و نیروی خونخوار نمیتونه داشته باشه. بنابراین اگر امروز ما میگیم خیالی است به خاطر است که ما ضعیف هستیم. جنبش آزادی خواهانه و مترقی خواهانه در افغانستان بسیار ضعیف هستیم، نجم بودیم، حرکت نداریم و اگر هستیم هم بسیار ناچیز. که تمام چیزهایی که شد درست است که شاید فعالیت ها زیاد شده باشه اما در مقابل به نیروی یا مرتجعین هاره که هر روز قویتر شده میرن و حمایت تمام این کشورهای امپریالیستی با خود داره یگانه راه نیست که ما باید قوی شویم، ما باید فعال باشیم تا اینکه امو آرمان های اگر خیالی هم میگیم ولی آرمان های والا انسانی فقط دمون هفته است و یگانه راه میست که ما باید از طریق خیزش های مردمی حکومت مردمی را برقرار بسازیم. ای که مردم امروز آماده نیست باز هم من میگم که از 40 سال به ایسو در افغانستان جنگ و جنایت و خیانت جریان داره. مردم خسته شدن، مردم از احزاب تنفر دارن، از سیاست تنفر پیدا کرده، کسی به نام کمونیسم آمد خیانت کرد، کسی به نام اسلام آمد خیانت کرد، کسی به نام جهاد آمد خیانت کرد، کسی به نام دموکراسی آمد خیانت کرد و مردم امو یک اصطلاح داریم چی میگم که غلط نگیم سر کلاوه است پیش مردم گم شده که ما باید اعتماد به کی کنیم. بنان وظیفه ما بسیار مشکل است که ما اول باید این اعتماد بین مردم دوباره زنده کنیم. ما باید مردم را به این آگاهی برسانیم که این سکوت و خمود و جمود باید از بین بره و یگانه راهی است که ما باید به پا بخیزیم و این سکوت بشکنانیم و این قوت میخواه، نیرو میخواه، انرژی میخواه، خودگذری میخواه، فداکاری میخواه که آسان نیست. هر کدام ما به نوبه خود به از افغان یک افغان در هر جایی که هستیم باید با قبول تمام این ریسک‌ها ای را قبول کنیم تا ای که اگر ما خیالی میگیم او خیالی رو ما به واقعیت تبدیل کنیم و اگر میگیم که این راه طولانی است و دور است یگانه راه رسیدن به خاطر یک افغانستان آزاد مستقل امیر است. هرچقدر ما قوی باشیم و بتانیم مردم را بسیج کنیم و تشکلیابی بین مردم کار کنیم ما میتانیم که زودتر به آرمان های خود برسیم و هر چقدر که ما خاموشی اختیار کنیم و تسلیم شویم به اوضاعی که است بگیم اینا سر قدرت هستن انمی پیشتر گپایی که زده شد که اینا جنایتکارا هستن و قدرت دارن و حمایت تا زمانی که ما این چیزا رو بخورد مردم خود بتیم مردم ما هم انمی ترس به وجودشان ایجاد میشه ما برعکس باید ترس از وجود مردم بیرون کنیم و بگیم بله قربانی میشه شاید امروز سیله قربانی شوه اما سیله های باید باشه که بیرق بلند کنه. امروز شاید ملاله ها قربانی شد اما ملاله های باشه که باید بیرق بلند نگاه کنن و وقت میشه که ما بجنبیم یکم ما دقیقت بیرق این جنبش نمانیم دقیقت به زمین بفته باید همیشه به اهتزاز نگه داریم و این انقلاب به وقوع پیوسته نیست و یگانه راه هم ما میره میدانیم.